تقابل دو کشور در محور یک کشور افغانستان. وزیر خارجه روسیه در گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید که پایگاه‌های نظامی در درازمدت ایالات متحده آمریکا پس از 2014 در افغانستان تنها به ناامنی منطقه کمک میکند. سرگی لاوروف میگوید که ارتش آمریکا باید دستورالعمل شورای امنیت سازمان ملل را در ماموریت افغانستان به پایان برساند و با پایان این ماموریت به سازمان ملل پاسخ دهد. ما فکر نمی‌کنیم که این قطعنامه تاکنون عملی شده باشد. من این را منطقی فکر نمی کنم که با سال 2014 میلادی ماموریت را پایان می دهیم، ولی ما در داخل پایگاه های نظامی ما حضور دراز مدت می داشته باشیم. من نمی دانم هدف از ایجاد پایگاه های نظامی چیست، و در کنار آن ایالات متحده آمریکا از آسیای میانه درباره حضور دراز مدت نظامیشان می پرسند. ما می خواهیم که علت این را بدانیم که این چیست و چرا نیاز است. فکر نمی کنم که این کار برای ثبات منطقه کمک کند. در همین حال ایالات متحده آمریکا میگوید که سال 2014 پایان کار نیست و ارتش این کشور برای مدت بیشتر با ظرفیت عملیاتی در افغانستان باقی خواهد ماند. چیزی که مهم است این است که ما چگونه ماموریتی را پس از سال 2014 انجام خواهیم داد. مأموریت مهمی که ما همین آلا برای پس از سال 2014 می‌بینیم این است که مأموریت مبارزه با حراس افغانی باید ادامه یابد. ما کسانی را که می‌خواهند وضعیت این کشور را مختل سازند و آن حراس افغانان که می‌خواهند در برابر کشورهای ما عملیات انجام دهند پیگیری کنیم و باید در برابر آنان وارد عمل شویم. پرسش‌های اصلی این است که آیا روسیه و ایالات متحده آمریکا وارد اختلاف نظر شدید بر سر مأموریت افغانستان می‌شوند؟ آیا پیمان راهبردی میان کابل و واشنگتن مسکو را خشمگین خواهد ساخت؟ پیامد این تقابل برای افغانستان چه خواهد بود؟ با ما باشد. سلام، بیننده بر روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز است. من شیرزاد هستم. آقایان عارف سروری رئیس پیشین امنیت ملی، عمر شریفی آگاه روابط بین الملل، احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه، فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان مهمانان برنامه کنی هستند. مهمانان گرانقدر خوش آمدید. با شما آغاز میکنیم آقای شریفی. شما گفته های سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه را در مورد پایان ماموریت غرب به ویژه آمریکایی‌ها در افغانستان شنیدید. آن سوال ایجا است که روسیه نگران چی است؟ مشخصا مسئله که روس ها مطرح میکنند در یه آخر تا حد زیاد تابع تحولات است که در خاورمیانه رخ میده، از یک طرف تابع تحولات که در کل در منطقه رخ میده. مسئله ای که روسیه، مثلا مخالفت روسیه با پایگاه‌های درازمدت آمریکا در افغانستان، هم یک مسئله تازه نیست، قبلا بارها و بارها مطرح شده، ولی در کل اگر موضوع را یک بود بسیطر ببینیم، هنوز در مورد موجود پایگاه در افغانستان، رابط آمریکا با افغانستان، رابط آمریکا با ایران، تمامش سوال‌هایی هست که تاثیر مستقیمی در دید روسیه در قبال افغانستان خواهد داشت. بنان تمام مسئله یک پام کلان هست و مخصوصا با تشنج بین کابل و واشنگتن از یک طرف، مسئله رابط آمریکا با پاکستان از جانب دیگر، باید منتظر بود که دید که چگونه تحولات در منطقه رخ میدهد. از دو خط باید ترتیب میتونیم حدس بزنیم که روش روسیه در باره افغانستان، در باره آمریکایی ها چی خواهد بود. اما یک مسئله واضح است، ما نه شاهد یک موضع قاطع روسیه در قبال آمریکا تا مثلا ماه نوامبر خواهد بودیم، و ما فکر نمی کنیم که آمریکا هم یک پاسخ قاطع بتونه به روسیه بده تا زمانی که مسئله انتخابات آمریکا در کل معلوم نشه. حالا اگر نگاه کلی روسیه را در مورد افغانستان بدانیم، فکر می کنید امروز نگاه روسیه نسبت به موضع افغانستان چگونه است؟ نگاه خب در زمانی که ما مثلا در دستگاه دیپلماسی روسیه در قبال منطقه صحبت می کنیم، دو خط فکری واضح مشخص است. یک خط دیده که بسیار زیاد متاثر از واقعات جنگ سرد هست و تابال هم در وزارت خارجه روسیه، هم در دستگاه استخباراتیش موضوع بسیار زیاد مطرح هست. طرز دیدش دیگهش هم ارتباط میگیره با تحولاتی که فعلا در منطقه صورت میگیره، که تا حد زیاد آدم میتونه بگه که در حالت نوسان است و نمیتونه که به یک خط معین یا یک محور معین تعیین کرد. اما در کل من فکر کنم که دید روسها در قبال افغانستان یک دید مثلا تنها نبوده، بیشتر یک دید منطقی هست و بنان تابع تحولات در منطقه در کل میباشد. یعنی شما فکر میکنید که امروز روسا نسبت به معضله افغانستان که بیشتر عنوان میشه از طرف سفیر روسیه پیشتر از این هم در کابل عنوان شد که آمریکا دیگر زمینگیر شده در ماموریت افغانستان، چگونه است؟ خب
باز هم یک مسئله نو بر نیست. حداقل مثلا سفیر کابلوف هم مثلا در سال‌ها حتی سال 2009 و 2010 مطرح میکرد مسئله زمین گرشای در امریکا. من فکر کنم که یک بنبست سیاسی که در منطقه است تا یک بنبست نظامی در کل ظاهرا تصویر یک زمین گیر شده برای ما نشان میده، ولی نمیتوان یک تحلیل مثلا قاطع سر از این راه کرد تا زمانی که ما ببینیم که انتخابات از امریکا گذشته و بالاخره یک استقرار در دستگاه سیاسی از پیدا شد. بله سپاس. آقای سروری، اگر بر سر منافع دو کشور در مورد افغانستان صحبت کنیم، فکر میکنید که اختلاف منافع میان ایالات متحده آمریکا و روسیه در مورد افغانستان چی است؟ ببینید ایدئال ترین حالت چیزی را که ما مستند داریم حدود 10 سال پیش بعد از حوادث سپتامبر 2001 حالت تفاهم و مشارکت بین روسیه و امریکا و در مجموع دوستای هر دو طرف سبب شد که تروریسم بین المللی از افغانستان شکست بخوره. بنو دشمن مشترک در اون وقت که افراطیت و تروریسم بود و طبعا طالبان همکارشان بودن و این تفاهم سبب شد که به بسیار زودی یک نتیجه گرفته شد. من فکر میکنم فعلا بعد از حوادث حدود 11 سال میگذره منافع منطقه‌ای و همچنان منافع به سطح دنیا که رقابت دوباره مثل دوران جنگ سرد که روسیه با پیمان شانگهایی که چین و کشورهای زیادی همراهشان است این ادعا را دارند که بیشتر از پیمان ناتو بیشترین نفوس دنیا تحت کشورهای که اونا به اصطلاح اداره میکنن دارن و خطر یکی از ناشی از افغانستان است که مواد مخدر و تروریسم از اینجا صادر میشه به آسیای میانه و طرف روسیه. خطر به روسیه، چین و آسیای میانه بیشتر است نسبت به اینکه خطر به اروپا و امریکا باشه. بنان اختلافات به نظر من بالای این موضوع است، همچنان موضوعات حادی که فعلا اخیرا پیدا شده به نظر من حوادثی که در کشورهای عربی است، جمع حالتی را که در همسایگی افغانستان میبینیم چی در سیاست علیه ایران و چی در سیاستی که حتی علیه پاکستان در مجموع این حوادث سبب شده که اختلافات نسبت به چند سال پیش و خصوصا 10 سال پیش بیش از حد شده. اگر این اختلافات را متمرکز تنها به افغانستان بسازیم، فکر میکنید اختلاف منافعی بر سر افغانستان در چی است؟ شما با شناختی که از دستگاه در واقع روسیه داره در گذشته های مسئله دخیل بودن، فکر میکنید چی است؟ خب معلوم بود به نظر من که در او وقت نقطه بی‌طرف بین شوروی سابق و پیمان ناتو فکر میشد افغانستان. ایرم ایمو شما میفهمیم. اما با یک بارگی پیشتر گفتم بازم حالت تفاهم که شاید افغان ها تصورش نداشتن پیش آمد. اما از او به بعد یک جانبه حوادث قسمی پیش رفت تا فعلا که روسیه فکر میکنه که حوادثی که در افغانستان است یا منافعی که در اینجا است بیشتر منافع ناتو و خصوصا امریکا را تامین میکنه. اونا تشویش دارن پیش از تشویش جدیشون شاید اعضای حکومت اینا به سطوح مختلف اعضای پارلمان که اونا فکر میکنن چرا با وجودی که ناتو متفاهم داشتیم همکاری کردیم توریسم از بین رفت. در جریان 10 سال این سیر سعودی صدور تروریسم و افراطیت، ایجاد افراطیت در داخل افغانستان و همچنان مواد مخدر به سطح جهان که بیشتر او کشورها متضرر هستند، اونا سوی زن دارن راجع به ناتو و خصوصا ایالات متحده امریکا. پس اقداماتی که میگه ایالات متحده امریکا و ناتو به وجود آورده، خصوصا حکومت هایی که در اینجا بوده یا اداراتی که در اینجا بوده و در موجودیت قوایشان، این دو عنصری که همیشه و مضر به امنیت ملی خود میدانن، بنان این مسئله سبب شده که افغانستان بتونه یکی از اولویت های عمده امنیتی اونا شد. بله سپاس. آقای زکی، فکر میکنید آیا واقعا نگاه نخستین غربی ها به ویژه آمریکا نسبت به مسئله افغانستان از دید مشترک روس ها هم شامل بود؟ چرا با یک بارگی در واقع پس از حادثه 11 سپتامبر نگاه آمریکایی ها رفته رفته نسبت به دخیل بودن روسیه در قضیه افغانستان تغییر کرد؟ چیزی که ما میبینیم، ما همیشه سعی میکنم قضیه را از جهت مثبتش ببینم. با نظر داشت سوابق جنگ سرد، به خصوص سوابق مبارزاتی که در او زمان بین دو اردوگاه از یک جانب مثلا ایالات متحده امریکا و متحدینش و از جانب دیگه اتحاد شوروی در افغانستان رخ داده، یعنی می توانست روابط پس از 11 سپتامبر هم متشنجتر باشه. خب اگر در شروع یک همکاری مشترک در چوکات ائتلاف بین المللی ضد تروریستی به شکل موفق عمل کرد، بعدن گمانه‌زنی های وجود داشت که گویا روس ها تلاش خواهند کرد که یک نوع از امریکایی ها در افغانستان انتقام بگیرند و یک نوع کارشکنی بکنند و سعی بکنند که ماموریت ایشان به ناکامی بیانجامد. اما در واقع چنین نشده. ما به کرات از مقامات دیپلماتیک و مراجع عالی رهبری روس ها شنیدیم که
آنان آرزومند موفقیت مأموریت ناتو در افغانستان هستند. به باور ما گرایش مسلط پس از 11 سپتامبر که میره به نفع افغانستان میدانم، به نفع مردم افغانستان میدانم، بیشتر روحی همکاری بوده و بیشتر تمرکز روی منافع مشترک و نگرانی های مشترک بوده تا برعکسش. آنچه که آقای سروری اشاره کردند، چرا رفته رفته این منافع مشترک و انسویی را که در مبارزه با هراس افغانی در افغانستان گفتید به یک سوی زن تبدیل میشه؟ تا جایی که من در مصاحبه دقت کردم، خب طبیعی یک سلسله سوالا در اونجا مطرح میشه، یک سلسله سوالا مطرح میشه. قبل از اینکه این سوالا را ما مثلا سوء زن یا بدانم و یا حتی در اون روح خصمانه ببینم، در اون یک نوع اونا خواستار توضیحات و خواستار وضاحت بیشتر میشن و من فکر میکنم یک موقعیت مشروع هست. خب اگر موقعیت تاریخی افغانستان را ببینیم، افغانستان از بد و تأسیسش به عنوان یک دولت مدرن منطقه حائل یا بفر بین دو قدرت بزرگ بوده. خب این معادلات تغییر کرده دیگه، او امپراتوری های استعماری انگلیس و روس وقت هم وجود نداره، اتحاد شوروی هم در صحنه نیست، اما شما در عوض دو پیمان دیگه دارین، یکی پیمان ناتو و پیمان شانگهای را دارین. ولی یک چند سال پس از سقوط اتحاد شوروی چنین معلوم میشد که دیگه روسها علاقمندی به این منطقه ندارن. یعنی شما باورتون این است که این یک سوء زن نیست، بلکه نگرانی است که روسها از ناحیه افغانستان دارن؟ به طور طبیعی اونا طرفدار وضاحت می باشن، چیزایی را که ما در صحبت های جناب وزیر خارجه روسیه متوجه شدیم و ما فکر می کنم که در چوکات مناسبات دیپلماتیک و طبیعی است که سوالای مطرح شوه و توضیحات خواسته شوه و روشنی خواسته شوه. اگر تمرکز کنیم به اصل چگونگی موجودیت روسا یا نقش آفرینی روسا در قضیه افغانستان پس از 2001، این را چگونه میبینید؟ ما این نقش را یک نقش مثبت میبینم. روس ها نه تنها دولت جمهوری فدراتیو روسیه نه تنها طوری که پیشتر اشاره کردم در مبارزه با تروریسم و در مبارزه با دوران غیر قانونی مواد مخدر همیشه آمادگی خود را برای همکاری نشان دادن، آنان به همین ترتیب به نظر میرسد این تنها در حد آمادگی بود. آقای زکی اگر به موارد خاص شما اشاره بکنید. نه، ما آنچه را که اعتبار میتیم، آنچه را که برش یعنی اهمیت میتیم، موضع‌گیری های رسمی است. اگر صراحتاً ببینیم، در از این جانب، از جانب مقابل مسئله هم ببینیم، در افغانستان هم وقت پس از 2001 همیشه از مفهوم یا مقوله جامعه بین المللی صحبت می شد، همیشه جانب غربیش مد نظر گرفته می شد. در چوکات جامعه بین المللی کمتر مثلا نقش برای روسها و یا کشورهای آسیای میانه یا کشورهای دیگه خارج قاره امریکا و قطعه اروپا یعنی تصور می شد. ما به این ترتیب در سالهای نزدیک، یعنی در سالهای در 4-5 سال اخیر، برعکس ما گرایش را میبینم که همکاری میان ناتو و روسیه بیشتر میشه. خب شما میبینید که دو سلسله تامینات لوجستیکی از طریق از اونا صورت میگیره و فکت های دیگه که اونا اشاره کردن، و به همین ترتیب انکشاف مناسبات بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و روسیه و قرار معلوم اسنادی که قرار است امضا شود راجع به احیای پروژه هایی که یک زمانی توسط از اونا ساخته شده بود، آمادگی روسها برای اشتراک در سرمایه گذاری ها، و مهمتر از همه آمادگی روحی متحدین غربی ما هم برای پذیرش یک نوع نقش برای روسیه در افغانستان، از بازسازی گرفته تا با مبارزه با مواد مخدر و تروریسم، اینا نشان دهنده گرایش مثبت است به نظر. رفت، دید شما نسبت به این مسئله چگونه است؟ آیا واقعا فکر میکنید که پس از بیشتر از یک دهه، اگر نقش آفرینی روسها در افغانستان را ببینیم، با توجه به پیشینه تاریخی کشور و در واقع دخیل بودن کشور در قضایای کشورهای مختلف چگونه بوده؟ به نام خدا، روسیه در چند مرحله نقش بازی کرد. در مرحله نخست همان بود که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد و یکی از امضا کنندگان این قطعنامه بود روسیه، که دست ناتو و ایالات متحده امریکا را برای حضور نظامی در افغانستان باز گذاشت. یعنی آن قطعنامه از سوی روسیه وتو نه تنها نشد که همکاری کرد، در واقع این مهمترین همکاری بود که
روسیه با افغانستان و ناتو و غرب کرد. اما پس از آن روسیه به دلیل اینکه مشکل‌های اقتصادی و سیاسی در داخل کشور داشت نتوانست که در سطح منطقه و افغانستان نقش آفرینی ملموسی داشته باشه، به این معنا که افغانستان نیاز به متحدان داشت که در عرصه بازسازی و نوسازی بتانند این کشور به شدت آسیب دیده و ویران شده را کمک کنند. بله، که روسیه... اما آقای زکی اشاره کردن که بیشتر تعهداتی که سپرده میشه آخرین مورد در واقع کمک‌های اقتصادی که روسا به افغانستان وعده می‌سپارن ناشی از این است که روسا نقش فعال در افغانستان داشتن. وقتی نگاه می‌کنین به گذشته همکاری‌های اقتصادی، روسیه تمایل چندانی نداشته، به دلیل اینکه توان چندانی نداشته که در عرصه بازسازی و نوسازی افغانستان و پروژه‌های بزرگ زیرساختی و بازسازی نقش بازی کنه. و تا حالا هم می‌بینیم وضع به همین گونه است. در افغانستان کشور مورد توجه مردم افغانستان و دولت افغانستان و سازمان ملل متحد هست که بتونه بیشتر در عرصه‌های بازسازی و نوسازی نقش بازی کنه، که خب روسیه در این مورد نتونسته. تنها مسئله‌ای که وجود داره این است که روسیه به شدت از کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر نگران است که در این زمینه هم آمادگی‌های داشته، آموزش‌های برای پلیس ویژه افغانستان برای مبارزه با جلوگیری از مواد مخدر داده است که آنها هم چندان مؤثر نبوده، چون روسیه هم به هر حال در همین مصاحبه‌ای که با طولو داشت وزیر خارجش با صراحت گفت که ناتو همکاری لازم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر نداشته است. از این لحاظ به هر حال روسیه هم توان چندان نتونسته در این عرصه بخواهد. به هر حال نقش و سهم روسیه در افغانستان بخش دیگرش، مرحله دیگرش همین بوده که از لحاظ ترانزیت برای ناتو خب ابکاری های داشته که این هم اهمیت دارد، ولی در داخل افغانستان نتونسته که روسیه با آن معنا سهمی در بازسازی و نوسازی داشته باشه که مورد توجه قرار بگیره. بله، سپاس. آقای شریفی، زمانی که سرگی لاوروف نسبت به در واقع ادامه ماموریت آمریکا در افغانستان، یعنی ماموریت نظامیش، میگه که توضیح باید به ایالات متحده آمریکا برای حضور نظامیش در افغانستان و همچنان همکاری آقای رفعت نسبت به راه تدارکاتی اموال ناتو اشاره کردن، و بیشتر از این در واقع سفیر روسیه در ناتو گفته بود که باید در تصمیم گیری های مهم در مورد افغانستان به روسا نقش داده شود، فکر میکنید این نگاه روسا نسبت به مسئله افغانستان پس از بیشتر از یک دهه چگونه است؟ خب تا حد هم مثلا همین مسئله که دولت روسیه مطرح میکنه به فضای حاکم فعلی با آدم نسبت بده. ما میبینیم که روسیه تازه از یک انتخابات جنجالی برآمد و تا حد یک روحیه تهاجمی نشان دادن. اگر تمام مثلا تاریخ 20 سال روسیه را آدم ببینه، یک تقریبا یک امری هست که انتظار برده میشه. اما سناریوی مثلا بسیار مثلا خطرناک و غیر قابل تصور به روس ها چی خواهد بود در صورت که مشکل در افغانستان اضافه شود. اگر مسئله را از این بود بگیریم که همین مسئله را روسا هم خیلی با فکر کنم در تنگ تانک هایشون حداقل خیلی هم مطرح شده است که افغانستان دوباره به پایگاه تروریسم منطقه تبدیل شود و IMU یعنی حرکت اسلامی ازبکستان یا مثلا گروه های تروریستی که فعلا در پاکستان پایگاه دارن یا بتونن دوباره با شمن راه پیدا کنن. بران سوال تو مطرح میشه که برای روسیه آیا خطر وجود پایگاه های آمریکا به خاطر جنگ با توریسم است یا وجود پایگاه های تروریسم در افغانستان به خاطر صدور با شمن میانه. بران در اینجا بعدن واژه اختلاف تا حد مفهومش تغییر میکنه. این دلیل شامهی هست که مثلا ما میبینیم که تا حد سوالای در مورد دید و محور عمل کرده غرب در افغانستان چی در مورد مسئله تروریسم و چی در مسئله مواد مخدر نزد روس‌ها پیدا شده. تمام با داستان قطر از یک طرف، جنجال که امروز مسئله بین آمریکا و پاکستان یا مطرح است، تمامش تا حد مثلا به روس‌ها این درک میده که ممکن از امی محور انحراف صورت گرفته باشه. از جانب دیگر من فکر کنم که خطرناک ترین سناریوی دیگر برای ما حداقل از دید افغانیش اگر ببینیم است که قضیه افغانستان در بساب در زیر
عینک قضیه خاورمیانه قرار بگیریم، یعنی ما تحت شای از او قرار بگیریم. این بعدم یک خطرناک سرایو است که ما نه تحملش داریم و نه تصادم غرب روسیه میتونه یک نتیجه داشته باشه. بران نتیجه گیری کلی از دید نظرهای مختلف در یک زمان معین آدم اگر بگیریم، من فکر میکنم هست که دولت روسیه داره یک سیاست خود تا حد، چون آقای پوتین دوباره برای جمهوری لیست تا حد یک سلطه هاجمی هست، یک فعالیت نشان میده، ولی دهی که مثلا روزها تا چی حد در قبال افغانستان با ناتو همکاری میکنن یا نمیکنن به دو فاکتور اساسی ارتباط داره. یک، ظرفیت روسیه چقدر است؟ آیا توانایی زیر داره؟ یک مسئله. دوم، ای که انکشافاتی که در منطقه صورت میگیره چی بین افغانستان و بین آمریکایی‌ها و پاکستان، آمریکا و افغانستان و آمریکا و ایران، این تاثیر مستقیم بر دید روسیه در قبال افغانستان خواهد داشت. بله، اگر به همین دو گزینه‌ای که پیشتر از این شما اشاره کردین که روسا واقعا نگران پایگاه عراس افغان‌ها در افغانستان است یا واقعا حراس دارن از وجود پایگاه ایالات متحده آمریکا در افغانستان، پاسخ چی خواهد؟ من فکر کنم که یک مسئله پایگاه، وجود پایگاه‌های گویا دراز مدت آمریکا در افغانستان یک سوالیه هست، هم برای ما هم با آمریکایی ها نظر به خصوصا در این فصل انتخاباتیشان، و تا حد یک موضوع مبهم است. بنان بحث سر از این ارتباط مستقیم داره که مثلا تا چی حد نتایج انتخابات آمریکا. بله، اما سرگی لاوروف اشاره کرده است که در واقع آمریکایی ها در پی ایجاد 4 الا 5 پایگاه نظامی در افغانستان هستند، پس این نشان میده که بیشتر نگران این مسئله هستند. باز هم اگر تمرکز کنیم، واقعا روس ها نگران ایجاد پایگاه آمریکا در افغانستان است یا پایگاه عراس افغان ها؟ من فکر کنم که اگر مثلا من رئیس جمهور روسیه باشم، من فکر کنم برام وحشتناک ترین سناریو هست که آسیای میانه بی ثبات باشه. اما در ارتباطی که پایگاه های افغانستان، آمریکا در افغانستان خواهد بود، در از مدت خواهد بود، کوتاه مدت خواهد بود، و در کل کمک غرب بر ما در چند سال آینده در مبارزه با حراس افغانی و تقویه افغانستان چه خواهد بود، من فکر کنم یک مهمترین سوال است که بسیار افغان ها امروز از خود میپرسن. بگذارید این سوال را از آقای سروری بپرسیم. این سوالی که آقای شریفی اشاره کردند که در واقع نگرانی روسا از موجودیت دائمی یا در واقع پایگاه‌های دائمی آمریکایی‌ها در افغانستان، فکر می‌کنید که آیا واقعاً چرا روس‌ها نگران این پایگاه‌های دائمی آمریکایی‌ها در افغانستان هستند؟ خب پیشتر گفته شد که 10 سال پیش تفاهم بود، مشارکت یا تفاهم سر راه حل سیاسی بالای افغانستان. بله، امروز هم زمانی که از راه تدارکاتی ناتو صحبت میشه، همسویی با ناتو صحبت میشه، فکر نمی‌کنید این پیش روسا معلوم میشه قسم از وقتی که ناتو ضرورت داشته باشه با هر کس تفاهم میکنه؟ شما میبینین با پاکستان جنگ و جنجال و است، ولی بازم تفاهم دارن که اگر بازم یک قسمت زیاد راه حل راه اکمالاتی از طریق پاکستان باشه، و به این خاطر هم است که منافع اقتصادی و اینا سیاسی فکر میشه. روسیه به دلیل ازی که با گذشت 10-11 سال از او فیصلهایی که در کنفرانس بن و بعد از او شده بود، و بیشتر دوستان تمام موارد جزئیات گفتن، نقش کمتر به روسا قائل شدن. من البته من یک چیزی فکر میکنم، نقش کمتر به روسا قائل شدن، بله. یا روسا تمامی نقش آفرین نداشتن؟ اولی که حکومت افغانستان بسیار اشتباه کرد با عدم درکی که از وضعیت داخلی افغانستان داشت، تمام پروژه‌ای را که قرن روسا یا شوروی سابق حداقل در افغانستان به حکومت او از پول از بودجه ملت افغانستان جور شده، این به کی سپردن؟ شما تو فعلا ببینید، از شما تو فعلا ببینین، از بخش های مربوطه پرسیده شود که در طول 10 الی 11 سال هر سال یکی یا دو پروژه از اینا را اگر شما میتونستین به کمک ما چون روسی سفید یا اوکراین یا خود روسیه، این مثلا نشد. و از طرف دیگه این شاهد ازی هستیم و حکومت افغانستان هم به نظر من در سالهای اخیر قراره که حتی اقداماتی انجام دادن، توافقاتی که با روسیه انجام دادن، به خاطر ازی بوده جبران اشتباهی که انجام دادن حدود 10 سال پیش. یعنی ناتو باید بارگی میخواست چیزی که به نام روسیه است از سلاح کلاشنیکوف گرفته تا تیارا از بین بره. بله، یعنی برخلاف اون چیزی که آقای رفعت اشاره کردن، این از ناتوانایی نقش آفرین روسا در افغانستان نبوده، بیشتر از کوتاه ساختن دست. من میتونم یک مثال بتونم. اگر جبهه قبلی متحد علیه تروریسم بین المللی به تنهایی حداقل به کمک سیاسی روسیه و چند کشور آسیای میانه نمی بود، در اونجا نقش آمریکا چی بود به نظر شما؟ نقش ناتو کجا بود؟ اونا نظاره‌گر بودند تا آخرین لحظه که عملاتی که بالای آمریکا پیش از حوادث سپتامبر شما میفهمید در سال 1997 و 98 در آفریقا صورت گرفت، و تشویشی که از اسامه بن لادن داشتن علاقمند شدن که در اینجا اون بر در تفاهم با روسا بود. یعنی روسیه به تنهایی همه قدر تاثیر خود داشت که از زمان شوروی سابق در افغانستان تجاوز صورت گرفته بود، با امای سیاسی جبه با دو سه کشوری که در
همسایگی افغانستان قرار داشت. به تنهایی ایجاب تانست که علیه تروریسم بین المللی قرار بده، در حالی که چندین کشور شما میفهمید به شمول پاکستان به رسمیت شناخته بود طالبان را و اسامه آزادانه اینجا فعالیت داشت. ناتو به نظر من میفهمد توانمندی روسیه را با تجربه که من از 11 سال گذشته به شما میگم از و این توانمندی فعلا در روسیه در آینده اضافه هم میشه. ما به هر شکلی که بخوایم نخواهیم افغانستان همسایه آسیای میانه است و کشورهایی که پیشتر گفتیم بنان، اما ناتو به خاطر منافع بین المللی خود و اون چیزی است که همه ما شما میفهمیم، اونا شاید افغانستان فکر کنن یک پل فشار علیه چین و روسیه استفاده کنن و این نقطه است که شما که سوال کردین تشویش روسا از این است. یعنی فکر میکنید بیشتر آمریکایی ها در واقع برای حضور پایگاه های دائمیشون در پی فشار بالای روسیه و چین هستند؟ سالهای پیش یعنی نگرانی که بیشتر سالهایی که من گفتم اشتباهات صورت گرفت، این سوی زن بلکه حتی تبدیل شده بود به یک سوی بر یک حالت بسیار به اصطلاح منفی که حکومت افغانستان هم تصمیم گرفته نمیتونست و همین حالت بود. در وقت تعداد قوام بیشتر بود و عدم تفاهم و یا یک نوع مشارکت با روسیه بود و یک طرفه بود، یعنی سیاستهایی که اینجا اعمال میشد توسط ناتو در تفاهم با پیمان شانگهای اینا نبود. در روی زیر قدرت هستند چین و روسیه را. خب اگر امریکا نادیده بگیره تا اسودی، ولی افغانستان نمیتونه نادیده بگیره. و شما شاهد هستین که دو سه سال گذشته فکر کنم حکومت افغانستان تلاش کرده که با این پیمان نزدیک باشه و حتی منیس ناظر یا میمان هم هستند این پیمان. سپاس. آقای زکی، فکر میکنید آنچه را که روس‌ها امروز از موجودیت پایگاه دائمی نیروهای آمریکایی در افغانستان مطرح میکنن ناشی از همان مفکوری جنگ نیابتی یا جنگ سرد دیگر در باره افغانستان هست؟ من فکر میکنم که طوری که جناب شریفی صاحب هم اشاره کردن، روس ها در میان دو دغدغه قرار دارن. دغدغه اول خروج زود هنگام، احتمال خروج زود هنگام نیروهای ایالات متحده آمریکا و در مجموع ناتو در افغانستان است که ایشان با صراحت مخالفت خود را با این بیان کردن و حتی نگرانی شدید و حتی مخالفت خود را با خروج زود هنگام بیان کردن، که به این ترتیب اونا درک میکنن که موجودیت نیروهای ناتو و ایساف در اینجا بر عملی شدن اون قطعنامه و خلاصه بر پایان دادن به فعالیت‌های تروریستی یک ضرورت است. از طرف دیگه اونا نگرانی‌های خود را در مورد پایگاه‌های دائمی بیان می‌کنند. یک چیز راجع به حضور درازمدت است. من فکر نمی‌کنم که روس‌ها هم مخالف حضور ایالات متحده آمریکا بر یک مدت طولانی باشند. وقتی اونا میگن که قطعنامه عملی نشده، اول قطعنامه باید عملی شود بعدن شما خارج باید خارج شوید، معنایش این است که تا چی وقت؟ هیچ کسی نمیتونه تضمین کنه که این قطعنامه در 2 سال، 5 سال، چند سال دیگه عملی میشه. اما آنچه که موجب نگرانی از اونا میشه پایگاه های دائمی است و سوال از این که ضرورت برای پایگاه های دائمی، آیا تروریسم یک پدیده دائمی و ابدی خواهد بود در افغانستان و منطقه؟ اگر چنین نیست ضرورت پایگاه دائمی چیست؟ این سوال را به طور منطقی مطرح میکنن و ما فکر میکنم که این سوال نیست که تنها روس ها مطرح میکنن، بسیاری از کشورهای دیگه منطقه هم این سوال را مطرح میکنن و اشاره از اونا به این که این مسئله سبب ثبات در منطقه نخواهد شد فکر میکنم علاوه بر بیان نگرانی درونی خودشان یک نوع بیان نگرانی سایر کشورهای متحدشان در منطقه نیز میباشد. اگر به دو مسئله که بیشتر از شما اشاره کردن به عنوان نگرانی روسها در مورد افغانستان، حال لئون پنیتا وزیر دفاع آمریکا به صراحت گفت که پس از 2014 هم نقش عملیاتی نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی خواهد ماند و از این جهت هم سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به صراحت مخالفت را خود اعلام کرد، فکر میکنید این اختلاف ها بیشتر منجر به یک جنگ سرد دیگی که عنوان میشه خواهد شد؟ من به این باور هستم که تصمیم در مورد از این که این پایگاه ها ایجاد شوند یا نشوند، برای چه مدت ایجاد شوند، یک تصمیم است که بین دولت های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی افغانستان گرفته میشه. دو دولت مستقلی هستند و در افغانستان هم قوانین و معیارها و محک‌های وجود داره که بر اساس از او باید تصمیم میتونه گرفته شوه یا گرفته نشوه. اما به هر صورت روسیه یک کشور بسیار مهم در این منطقه هست، تعهدات و پیمانهای هم داره، پیمانهای دفاعی و امنیتی با کشورهای دیگه منطقه داره که از این نمیشه انکار کرد. و به باور من ای که من به این باور نیستم که سبب مخاصمت و تصادم در افغانستان خواهد شد بین روس ها و آمریکایی ها، برعکس من فکر می کنم که ایجاب یک دیپلماسی فعال را خواهد کرد و بدون شک مشاهده ادامه چنین دیپلماسی خواهیم بود. دیپلماسی از حکومت افغانستان؟ نه، دیپلماسی به طور چون
نگرانی ها بین روسیه و امریکا مطرح میشه، بنابراین ما شاهد غالبا شاهد یک دیپلماسی فعال بین روسیه و ایالات متحده امریکا و ناتو خواهیم بود که توازن میان خروج زود هنگام و حضور دائمی یک نوع راه متوازن پیدا شود. و ما فکر میکنم که کلید حل مسئله در یافتن همطور یک پاسخ منطقی به این سوال خواهد بود. سپاس. آیا واقعا دستگاه دیپلماسی این دو کشور در واقع غالب این خواهند شد که توازن ایجاد شود بین خروج زود هنگام و حضور دیر هنگام در افغانستان؟ آقای رفعت پس از میان برنامه کوتاه پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید. آیا دستگاه دیپلماسی روسیه و آمریکا میان خروج زود هنگام و حضور دیر هنگام توازن حفظ خواهد کرد؟ آقای رفعت، پیش از این که به این پرسش پاسخ بدم، اگر اجازه شما باشه، یک روشنی در مورد کمتوانی های روسیه در سهمگیری اقتصادی افغانستان عرض کنم. با احترام به نظرهای آقای سروری، در دو مورد که ایشان اشاره فرمودن، یک این که روس‌ها توانایی دارن و مثال این عنوان کردن که جبهه مقاومت همکاری میکرد، ببینید در همان زمان هم روس‌ها یک همکاری ضعیفی داشتن، در حدی که جبهه مقاومت در بسیاری از جبهات در برابر طالبان حالت تدافعی داشت. با آن همکاری ضعیف امکان این که جبهه مقاومت طالبان را ساقط کند وجود نداشت. پس ببینید همین قدر بود که با صرف ده ها میلیارد دلار سبب ساقط کردن امارت طالبان و مانع برگشت دوباره طالبان به قدرت شده است. حالا وقتی صحبت از آمار چندین ده میلیارد دلار هست، تصور کنید که آیا روسیه چنین پولی داشته است که افغانستان بتونه در عرصه امنیتی لااقل کمک کنه. در مورد پروژه های اقتصادی عرض کنم که بعضی پروژه های روس ها داشتند که نیمه تمام مانده است، بعضی پروژه ها داشتند که کارش تمام شد اما آسیب دید، نیاز به بازسازی داشت. اگر نکته آقای رفعت با گذشته این مسئله اشاره بکنیم، شما هم در جریان هستند که این بیشتر ناتو و آمریکا بود که دست روسا را کوتاه ساخت از چگونگی کمک تسلیحاتی به نیروهای امنیتی افغان و حتی سلاح‌های روسی را در اوایل حضورشان جمع‌آوری کردند. شما در این نکته هم عرض می‌کنید. بفرمایید. پروژه هایی که وابسته به روس ها بود، حالا هم دولت افغانستان حاضر است که آنها را به روس ها بسپاره، اما روس ها میگویند ما این پروژه ها را خود نمیتونیم که پول بدین و ایار بسازین، شما با ما دونر آماده کنیم. خب دونر هم غیر از غرب کسی نیست، بیشتر ایالات متحده امریکا است. یعنی پول شما از امریکایی ها بگیرین با ما بدین، ما آن پروژه ها را تکمیل میکنیم. خب از لحاظ سیاسی آیا یک انتظار منطقی است که امریکایی ها حاضر شوند دلار خود را بدهند به روسا که روسا پروژه نیمه کارشان تکمیل بکنند و بعد مردم که از آن پروژه ها استفاده میکنند تداعی کنه همکاری روسیه را تا همکاری غرب؟ طبیعی است که امریکایی ها چنین کاری نمیکنند و روس ها این آمادگی اقتصادی را ندارند که با پول خود این کار را بکنند. اینجاست که ما میگیم روس ها توانایی لازمه در نقش بازی کردن در عرصه اقتصادی ندارند، میماند در عرصه سلاح و تجهیزات. در این عرصه هم روس ها آماده نیستند که برای افغانستان امکانهای نظامی رایگان در اختیار بگذارند، آنگونه که غرب امکانهای نظامی رایگان در اختیار اردوی افغانستان میگذارد. آنجا هم که از بعضی از تجهیزات و سلاح‌های روسیه استفاده شده است، در واقع این هم به پول غرب خریداری شده است و دلیلی شاید این باشه که خب ارزان‌تر هست برای کشور مثل افغانستان. بعضی از جنگ افزارهای روسیه هم مثل هلیکوپترها و اینا. گذشته این مسئله چیزی دیگه را به اثبات میرسونه. شما در اوایل در واقع شاهد بودن که این نیروهای ناتو آمریکایی ها بودن که سلاح‌های روسی را جمع‌آوری می‌کردند، اما در این اواخر در پی ازی شدن که میشه از این سلاح‌های ساخت روسیه هم استفاده شود. وقتی صحبت از سلاح، دو گونه سلاح است. یک گونه سلاح‌های سبک هست، نوعیت سلاح‌ها فرق می‌کنه. یک بخش هلیکوپترها هست. هلیکوپترها برای آمریکایی‌ها ارزان‌تر است نسبت به اینکه از آمریکا هلیکوپتر بیارن به افغانستان. این هلیکوپترها به هر حال خیلی نوع پیشرفته هم نیست. شاید با پول یک هلیکوپتر مدرنی که آمریکایی‌ها به افغانستان بدن بشه 10 تا هلیکوپتر از روسیه خریداری بکنن. این بحثش متفاوته. اما طبیعی هم هست. آمریکایی‌ها در عرصه
اردو و امنیت و موضوع نظامی افغانستان ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنند. و باز شما میدانید که امریکایی‌ها حاضر هستند که پس از سال 2014 سالانه تا بیشتر از 4 میلیارد دلار صرف همکاری نظامی با افغانستان در این صورت ده ها میلیارد دلار حاضر هستند کمک کنند. امریکایی‌ها سالانه بیش از 4 میلیارد دلار گفتند که حاضر هستند که برای اردوی افغانستان همکاری داشته باشند. آیا روس‌ها چنین توانی دارند؟ وقتی چنین توانی ندارند چی انتظار دارند؟ دست روس‌ها خود به خود قطع میشه. یعنی بحث ما این بحث اقتصاد است. روس‌ها اگر حاضر هستند سالانه برای ارتش افغانستان و در مجموع پلیس و اردوی افغانستان 5 میلیارد دلار کمک کنند، دولت افغانستان به روسیه مراجعه خواهد کرد. ولی اگر روس‌ها قرار باشد که سالانه برای افغانستان چند میلیون دلار همکاری اقتصادی کنند در عرصه نظامی، خب افغانستان به غرب مراجعه میکنه و حاضر است که سندهای استراتژیک در عرصه نظامی با ایالات متحده آمریکا باز هم اصل باشد. سوال آیا دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا و روسیه در واقع توازن را بین خروج زود هنگام و حضور دیر هنگام حفظ خواهد کرد؟ این یک پرسش مهم دیگری است. روس ها هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه نظامی از نفوذ و توان چشمگیری در سطح بین المللی و منطقه بهره‌ور نیستند. از این لحاظ امریکایی‌ها این ضعف روسیه را درک می‌کنند. بنابراین امریکایی‌ها راه خود را خواهند رفت. روس‌ها در موردهای به هر حال اعتراض‌های خواهند داشت، اعلام نگرانی‌های خواهند کرد، اما از مرز اعلام نگرانی و اعتراض پیشتر نخواهند توانست رفت. دلیلش هم این است که روس‌ها بین تروریسم، طالبان و حضور امریکایی‌ها در افغانستان یکی را ناگزیر می‌شوند که انتخاب کنند. پس به نفعشان است که حضور امریکا را برگزینند تا حضور طالبان و تروریسم در افغانستان. روس‌ها اگرچه در پی این هستن، یک آرزو است، یک خواست، ولی محقق شدنی نیست. آنها میخوان که از یک سو تروریسم سرکوب شود در کوتاه مدت و از سوی دیگر ایالات متحده رختش از افغانستان بربنده و منطقه آری از تروریسم بشه. چون چیزی در چند سال آینده، یعنی در سالهای نزدیک، متصور نیست. از این لحاظ است که روسیه گیر کرده است در یک مسیر سیاسی. یا باید امریکایی‌ها را همراهی کند، یا باید رابطیش با امریکایی‌ها همسویی‌هایش را قطع کند. اگر همسویی‌هایش با امریکایی‌ها قطع کند، ولو اینکه امریکایی‌ها خواهان ایجاد پایگاه‌های نظامی باشند، با در آن صورت بدیل حضور امریکایی‌ها در افغانستان و بدیل نیرویی که ابتکار عمل سیاسی را در افغانستان در دست بگیره، پاکستان خواهد بود و طالبان خواهد بود و تروریسم خواهد بود، که این تهدیدی به شدت هولناکتر برای روسیه هست نسبت به امریکا. پس کوتاه سخن این که امریکایی‌ها میتوانند راه خود را بروند، اما در نهایت امتیازهای در بعضی از عرصه ها یا در حوزه خارج از افغانستان یا در حوزه افغانستان برای روس ها در نظر خواهند گرفت، تا روس ها به اندک هم چون قانع شدنی هستند قانع خواهند. سپاس آقای شریفی. حالا فراتر از بود چگونگی نگاه روسیه و آمریکا در مورد افغانستان، برژینسکی مشاور امنیت ملی رژیم جیمی کارتر بدی باور است که در سال 2012 جایگاه آمریکایی‌ها در سطح بین الملل تضعیف خواهد شد و این تضعیف جایگاه باعث سقوط 8 منطقه ژئوپلیتیک که عبارت از کردستان، تایوان، کره جنوبی، بلاروس، اوکراین، افغانستان، پاکستان و اسرائیل خواهد شد. نکته برجسته این دید: ظهور مجدد طالبان، جنگ میان هند و پاکستان، رشد افرادگرایی، تهیج فضای ضد آمریکایی، بی‌ثباتی آسیای میانه و گسترش خشونت در چین، هند و روسیه. آیا واقعا چنین چیز تحقق پیدا خواهد کرد؟ امی ایجاد یک تصور روز قیامت که مثلا کی ضعیف میشه و کی قوی میشه یک گپ نام نیست و فکر کنم تنها آقای برژینسکی امیر نگفته، اما ما سناریوهای مختلف از دیدگاه‌های مختلف در موارد جهان و منطقه بالاخره رول آمریکا در منطقه
می داشته باشه. من فکر کنم این دید زوال آمریکایی ها برای نخستین بار از طرف آقای برژنسکی، من فکر کنم که دید زوال آمریکایی ها از مو حتی مثلا بعد از دوران جنگ سرد مطرح بود، بعد از حتی دوران بحران اقتصادی که در دهه 80 اومد مطرح شد، حالا مطرح میشه، فکر کنم باز هم مطرح میشه. ولی اگر قرار است که بسیار واقع بینانه ببینیم، مثلا مراجعه بکنیم به عنوان یک طرح سیاسی، آقای شریفی شما اشاره بکنید سوی چه کسی مطرح شد؟ خب اگر شما ساموئل هانتینگتون فوکویاما را مطرح بکنین، این متفاوت از هانتینگتون هم یک ذره بالاتر میره. مثلا در دهه 50 در آمریکا به نام مکارتی، یک مکارتیزم، یک دعوی بود به نام کمونیسم هراسی بود که در اوج مهمترین مسئله را که مطرح میکردن که آمریکا سقوط میکنه، کمونیست ها دیگه رخ نکردن چیز. بعدا در دوران مثلا جنگ ویتنام بود که شکست آمریکا هست، پایان یافت، شوروی کمونیسم برده شد. قبل از اون مثلا زمانی که چینا برس اون داستان که شما اشاره میکنید دیگر تمام شده، این داستان تازه یک دهه چگونه است؟ داستان ها رو تمامش تسلسل بعد ما ببینیم. بله، دهه 50 که شما اشاره میکنید دیگر پایان یافت، اما مکارتیزم که شما من فکر میکنم که از در کلیات گپ یک است. اما خب در 10 سال بعدی اگر گپ بزنیم، در 10 سال بعدی در امسال 2012 در اگر خب 2012 ناشی است 10 سال گذشته هست، اما اگر مثلا ما اینو فکر کنیم که قدرت‌های نوید دنیا ظهور کرده، دید عمومی که مثلا ما یک جهان، اما دید کلاسیک در مورد قدرت در جهان فرق کرده، فاکتور اقتصادی بسیار مطرح هست، قدرت‌های نو ظهور مثل هند است، چین است، برزیل هست، آفریقای جنوبی هست یا مطرح هستند در کل، ترکیه هست. یعنی وقتی که تمامی تصویر با هم در یک جای می‌گذاریم، سقوط و زوال یک قدرت و یا قدرت گرفتن یک قدرت دیگر یا با هم بسیار پیوست دارن، چون جهان بسیار با هم پیوست. یعنی فروپاشی افغانستان یا فروپاشی پاکستان یک مسئله هست که حتی قبلا هم مطرح شده بود و تا حدی هم مثلا خطر تروریسم ایره تشدید هم میکنه. ولی اگر مثلا من بسیار سر از این جدی فکر کنم، من ایره بسیار دقیق جدی نمیگیریم موضوع را شخصا، بخاطر من فکر میکنم که فاکتورهای بسیار زیادی هست که مثلا میتونن اگر تنها تروریسم فعلا در محور از این مسائل قرار بدیم، با حل از این مسئله من فکر کنم که بقای ما من هست یک کشور در گذشته هم بوده و داینده ها هم خود بود. ولی ارتباط میگیری که وطن مسلمان چه قسم رابط خدا بین خود تنظیم میکنیم و مهمتر از همه رابط خدا با جهان تنظیم میکنیم. آیا دید کلاسیک در دید ما غربه داره یا اینکه مثلا ما نواندیشان عمل میکنیم؟ بله، یعنی شما تصورتون بیشتری است که این طرح دیدی که مطرح میشه عملی نیست. اصلا من نمیخوام سر از اظهار نظر خاص بکنم، بطور که یک نفر یک موضوع رو مطرح میکنه و نظرش برای خودش محترم است. ولی اگر من حیث یک افغان در افغانستان شدیم، چهار طرف خود سلام میکنم، برای من چیزی که بسیار اهمیت داره است که من مشکل ببینم در کجا هست و در چگونه برای حلش اقدام کنم. بله، سپاس. آقای سروری، مسئله دیگر که بیشتر مطرح میشه چگونگی نزدیکی روابط روس‌ها با پاکستان هست. شما میدونید از یک جهت آقای شریفی و آقای رفعت نگرانی روس‌ها را از مسئله افرادگرایی و تسلط یافتن دوباره پاکستان در مورد افغانستان مطرح کردند، اما سفر وزیر خارجه پاکستان بر روسیه بیشتر این مقوله را برعکس جلوه میده و بیشتر تصور به این میشه که روس‌ها دیگر علاقمند از این هستند که نقش‌آفرینی بیشتر پاکستان را برخلاف دهه 80 در افغانستان داشته باشند. تصور شما چی است؟ بله، دیگه شکی نیست که پیشتر هم گفته شد که پاکستان چون در طی 10 سال گذشته سیاست‌های متعددی را انتخاب کرده، خود پاکستان در دهه 80 نیست و شوروی هم طبعا فعلا نیز روسی جدید است. واسه ایمانه و کشورهای کازاخ. یعنی آقای سروری، همون مقوله دشمن دشمن من دوست من است مطرح میشه. پس از اینکه 24 سرباز پاکستانی کشته شد، وزیر خارجه پاکستان بر روسیه سفر میکنه. و این در حالی است که پس از دهه 80 روابط میان روس ها و پاکستانی ها چندان خوب نبود. درست است. من فکر میکنم اگر به یاد ما شما باشه، وقتی که حکومت مجاهدین تأسیس شد، در اون وقت همکاری همون شوروی سابق و امریکا اینا حالتی رو به وجود آورد که تا یک توافقی که بالاخره جاتر پاکستانی ها در اون نقش داشتن رابطه برای بود، برای خروج روس ها هم چنین مسئله محتمل بود، خروج شوروی از افغانستان. پاکستان استراتژی معینی که داره، همه ما شما میفهمیم، اگر در یک قسمت در دهه 80 نتونست به او برسه، فعلا اگر تا 10 سال گذشته شما شاهد هستین که تو آمریکایی‌ها یک قسمت سلاح و وسایل دیگه که ضرورت بود در مبارزه علیه توریسم خصوصا در سرحدات افغانستان از روسیه خریداری کردن، یعنی همکاری روسا بوده و این چیزی بود که پیش آمد. و در راجع به سایر موضوعاتی هم که فکر می‌کنیم، اسنادی است که چی در حکومت افغانستان و در پاکستان و روسیه موجود است. بنان پاکستان تصمیم گرفت که
با نزدیکی با روسیه مثل که با چین رابط استراتژیک داره. شما میفهمید نقطه ضعفی بوده که چون مجاهدین اینجا علیه شوروی سابق بود و پاکستان حمایت میکرد. اما آقای سروری شما میدونید که این نزدیکی رابط پاکستانی ها با چین پس از سفر اوباما به هندوستان و نزدیکی رابط پاکستان با روسیه پس از کشته شدن 24 سرباز آمریکایی بود، نه بیشتر از این. شما میفهمین که پاکستان وقتی که صاحب بمب اتم شد دو نقش چین چقدر باشه کره شمالی بر کدام و همچنان پاکستان قادر شد که به سایر کشورها که تا امریکایی‌ها یا ناتو دو شما میفهمین سوی زن دارن اسناد دارن تهیه شده در تمام این موارد معلومات ها و اسناد است. به نظر من دیپلماسی پاکستان بیشتر فعال شده تا بیشتر جلب به حساب منافع بله ها و همچنان روسا بیشتر گفته شد و تمام دوستا گفتن از دید بین المللی هر روزی که روسا میگذره برخلاف چیزایی که فکر میشه که پیش چون روسیه به تنهایی فعلا نیست این واقع روسیه در یک پیمان بسیار مهمی است که همکاری دارن با ناتو البته افغانستان هم حالت ایدیال شمی است که همکاری جامعه بین المللی چی طرف باشه و ناتو موجود باشه اما ما چیزایی که پیشترم به شما گفتم نه تنها روسیه و پاکستان مثل 20 سال پیش در دولت مخاصمه نیستن که همکاری های زیادی بینشان بوده پاکستان بیشتر مستفید میشه از اون برای روسیه در مبارزه علیه تروریسم و افراطیت شاید از این مناسبات بیشتر بخواهد همکاری مستقیم پاکستان هم بخواهد شما میفهمید روسیه آیا میخواهد که از طریق امریکا با پاکستان رابطه داشته باشه یا مستقیما رابطه به سطحی باشه که حکومت پاکستان شما میفهمید در مبارزه علیه تروریسم مشخصا مثلا حوزه قفقاز فکر میکنین تروریستای حوزه قفقاز حالا بگذاریم که شاید میانه نزدیک به افغانستان تروریستای حوزه قفقاز که در اینجا احساس دیگه هم اونا خب مربوط خاک روسیه است به نام روسیه میخواه از پاکستان که در این زمینه باید هم کلی صورت بگیره بله یعنی فکر میکنید که بیشتر این نزدیکی رابط میان روس ها و پاکستانی ها ناشی از این است که بتونن در مبارزه علیه حرس افغانی بیشتر موثر باشن روسیه شما میفهمین که بیش از حد در جنوب خود خصوصا حوزه قفقاز بیشتر من گفتم تهدیدات و حتی جنگ‌های داخلی که موجود بود در اینجا احتمالاً که پاکستانی ها همکاری‌های انجام داده باشن و در سایر مواردی که پیشتر هم گفته شد ما صرف این میره یک دقیقه می‌خوایم که روشنی بندازم که حکومت افغانستان که در اون وقت من عضو شورای امنیت بودم و همیشه رئیس جمهور و سایر وزارت اسناد اینجا موجود است که دوستان من ایسی معلومات صرف گفتم اینجا جای کنم جرب مطمئن این اسناد موجود است که حکومت افغانستان در روز هر روز چی وزارت دفاع داخله راست اینا چون روابط بسیار خوب با امریکا بود ولی امریکا در حالتی بودن که حالت تهاجمی که انوس قوی بیشتر در حالت آمدن بود در اون حالت متاسفانه اشتباهاتی انجام دادن که این اشتباهات در اونجا بس میشد که چرا وسایل ایتن و بکلنشینکوف نبود بیشتر من مثال دادم و این حتی تانک های دولت افغانستان که در جای گرفته میشد از طالبان این تخریب میشد توسط امریکایی ها بنان به تیارات روسیه علاقه نداشتن امروز هیچ جایگزین دیگه که شما از افراد مسلکی قوایوی بپرسین هیچ جایگزین دیگه اینا غیر از اینکه سلاح روسیه رو دوباره به افغانستان بتن ندارن شما میفهمین امریکا نمیخواد پول خود به روسیه بده و وسایل روسی بیاره ولی میفهمین چی میکنه از دیپوهای کونی کشور انگری یا نمیفهم بلغاریا یا چک او تیارات هم میخره و او تیارات هست که در مورد نتیجه سلاحایی که خریداری شد که کیفیت نداره شما میفهمین از وزرای قبلی داخله بپرسین سلاحی که از چک خریداری شده آیا 100 متر میتونه استفاده کنه در کابل پلیس در اون در حالت مشکلی بود که من شخصا در صنایع افغانستان بدون و نظارت داشتم و خود وزیر داخلی وقت میگفت که ما این مشکل داریم این قرارداد صورت گرفته اگه این قرارداد با روسیه صورت بگیره با کیفیت بالا بنون این واقعیتایی است که 10 سال گذشته این صرف ابراز نظر من سپاس. باز هم آقای زکی فکر میکند که رئیس جمهور پوتین پیش از کارزار انتخاباتیش بیشتر از روسیه بزرگ نام میبرد. حال اگر این در مقاله‌ای که در مورد روسیه نوشته است از همان روسیه لفظ روسیه بزرگ استفاده کرده فکر میکند در بود سیاست خارجی روسیه چه پیام را میرسانه؟ یعنی روس‌ها واقعا بر روسیه بزرگ چگونه فکر میکنند؟ من اتفاقا چیزی که اخیراً خواندم و در جریان و برام جالب بود که در جریان کمپاین انتخاباتی آقای پوتین خواندم ایشان گفتند که روسیه ادعای ابرقدرت شدن را نخواهد داشت بلکه بیشتر به ثبات و انکشاف و به تبدیل شدن به یک دولت نیرومند خواهد کوشید و برنامه انتخاباتی آینده پس از برنده شدنشان هم غالبا برنامه ایشان این خواهد باشه اما این نقش روسیه را به عنوان یک کشور مهم در حوزه ما خاصتاً
یک کشوری که همسایه از لحاظ تاریخی همسایگی بسیار طولانی داشته با افغانستان و امروز هم از لحاظ پیمانهایی که با کشورهای شوروی سابق داره در یک نوع همسایگی امنیتی با ما هست نفی نمیکنه. به اجازه شما ما میخوایم یک اشاره به صحبتهایی کنم در مورد از اینکه کی میتونه چند میلیارد دلار به افغانستان بده. باور من این است که افغانستان در گذشته محل رقابت‌های شدید میان ایالات متحده آمریکا و روسیه بوده و مردم افغانستان بیشتر از هر کس بهای بسیار بزرگی به این پرداختند. اکنون یک فرصتی به میان آمده که قبلا در صحبت‌های مختلف بهش اشاره شد که به نماد همکاری بین این دو کشور تبدیل شود و ما فکر می‌کنم که اگر این همکاری تحقق یافته بتواند بهایش نه تنها 5 میلیارد و 10 میلیارد از صدها میلیارد دلار بلندتر است. چرا من تو میگم؟ طوری که ما میبینیم فایده ما در این چه خواهد بود اگر ناتو میلیاردها دلار برای ما برای تجهیز نظامی بده که نمیده. شما میبینید که اخیراً به عوض 320 هزار که 350 هزار که وعده شده بود تعداد را میارن به 230 هزار و این 230 هزار معلوم نیست به چه درجه مجهز باشه و این گرایش هم قابل درک است که ناتو هم مایل به این نیست که در افغانستان اردوی ایجاد شه پرهزینه که افغانستان در آینده بهایش مصارفش پرداخت نتونه و تهدیدی هم برای همسایه ها شناخته شود. به او خاطر به عقیده ما هرگاه مثلا ثبات در افغانستان در نتیجه همکاری های دیپلماتیک روسیه و امریکا تامین شده بتانه دیگه تا ضرورتی نخواهد بود که ایالات متحده امریکا در 10 سال آینده 1 تریلیون دلار دیگه به اینجا مصرف بکنه. از دید آقای رفعت چنین چیز ممکن نیست. آمریکایی ها با همین راهی که تا هنوز ادامه دادن پس از این هم بدون توجه به خاص و نگرانی روس ها ادامه خواهند داد. خب من احترام دارم به نظر ایشان اما ما شما میبینیم بحث هایی که در کنگره امریکا هست و یکی از مسائل که بسیار در اولویت بسیار مقدم در کمپاین های انتخاباتی امریکا خواهد بود کاهش هزینه ها خواهد بود و از اون جمله کاهش هزینه های نظامی خواهد بود. ما باور ندارم که اگر در 10 سال گذشته نیم تریلیون دلار مصرف کردن در 10 سال آینده 1 تریلیون دلار دیگه تخصیص بدن. برعکس سعی خواهند کرد که اون نیم تریلیون دلار تا جایی که ممکن است کاهش بیافت. بله سپاس. بیننده بر روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز است. به عنوان جنبندی بحث کنونی آینده روابط روسیه و آمریکا بالای وضعیت افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟ آقای رفعت طبیعی است که روس ها می خواهند که در آینده با آمریکایی ها از یک سو همکاری های نزدیک داشته باشند تا این همکاری ها منجر به ایجاد ثبات در افغانستان بشه که ثبات در افغانستان میتونه که برخی از تهدیدهای بالقوه امنیتی که متوجه آسیای میانه و در نهایت روسیه از سوی تروریسم هست این رفع بشه. ولی در این مسیر طبیعی هست که اختلاف نظرهای هم میان روسیه و امریکا همچنان خواهد بود و امریکایی ها با روسا داد و ستدهای سیاسی و اقتصادی خواهند داشت که در نتیجه امریکایی ها بتانند روسا را هم تشویق کنند، ترغیب کنند و هم قانع کنند برای همکاری با سیاست هایشان. این به هر حال قابل پیش بینی است چون تصور نمیشه که روسیه در کوتاه مدت از چنان توان زیادی برخوردار بشه که بتانه ابتکار عمل سیاسی و نظامی را در مقیاس جهانی منطقه‌ای و افغانستان از دست ناتو و ایالات متحده آمریکا بگیره. سپاس. آقای شریفی. خب بنابراین جنبندی ما فکر کنم مهمترین عنصری که در نهایت در میان مدت میتونه هم بین غرب و هم بین روسها تا حد یک هماهنگی در مورد افغانستان ایجاد کنه همو تمرکز بر نابودی ریشه های توریسم و مواد مخدر در منطقه خواهد بود. در غیر از او بسیار ممکن است که اختلافات ادامه پیدا کنه و از جانب دیگر حتی ما تحت شعای قضای خاورمیانه قرار بگیریم. در اینجا یک دیپلماسی فعال یا حداقل یک دیپلماسی اگر کاملا فعال دیپلماسی متناسب با ظرفیت ما از جانب افغانی به خاطر قناعت دادن همسایه ما در این مورد بسیار حیاتی است. سپاس آقای سروری. بله من فکر می کنم که امریکا ضرورت داره به روسیه به خاطر آوردن ثبات در منطقه و به فکر می کنم روسا هم به منافعشان خواهد بود که در صورتی که امریکا با اونا نزدیک باشن در قسمت افراطیت و مبارزه علیه تروریسم شاید دسته سالهای آینده هم چون هم امریکا ضرورت دارن و نقش روسیه را در این قسمت امریکا نمیتونن نادیده بگیرن. قراره که در طی 10 سال گذشته ما شما دیدیم امریکا یا ناتو به تنهایی هیچ وقت قادر نخواهد بود که ریشه های تروریسم چی در داخل افغانستان و چی بیرون از بین ببره. بله سپاس. توافق و اختلاف نظر میان روسیه و آمریکا پس از این بالای وضعیت افغانستان چه تاثیر خواهد داشت؟
بدون تردید اگر در راستای این مناسبات در راستای وخامت انکشاف بکنه عواقبش برای افغانستان خیلی سنگین خواهد بود، افغانستان به محل تصادم تبدیل خواهد شد و خدا اینا خواسته بهای غیر قابل تصور را خواهد پرداخت. ولی اگر این همکاری ها، اگر این مناسبات در راستای همکاری ادامه پیدا بکنه، سبب ثبات و انکشاف نه تنها افغانستان بلکه منطقه و همچنان به نفع روس ها و به نفع امریکایی ها انکشاف خواهد کرد. بله سپاس. بیننده بر روایت دیگر از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز با سپاس از آقایان عارف سروری رئیس پیشین امنیت افغانستان، عمر شریفی آگاه روابط بین الملل، احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه، فیض الله زکی سخنگوی جبهه ملی افغانستان. با سپاس شما که تا حال بیننده این برنامه از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز بودید. شما می توانید این برنامه را در طلوع.com صفحه بر روایت دیگر نیز بیننده باشید. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت، روز خوش، ماه خوش، سال نو خوش.